بسم الله الرحمن الرحیم. درس سوم از آموزش روحانی و روانخوانی قرآن کریم، حروف مقطعه و نحوه تلفظ آنها. عرض سلام و ادب دارم خدمت قرآن آموزان عزیز. حروف مقطعه قرآن حروفی هستند که در ابتدای 29 سوره از سوره های قرآن آمده اند و درباره مفهوم آنها نیز نظریه های متفاوتی وجود داره. این حروف به صورت یک حرفی تا پنج حرفی در اوائل سوره ها قرار گرفتند. حروف مقطعه مجموعاً 78 عدد است، ولی حروف مقطعه بدون تکرار در قرآن 14 تا حرف. این 14 تا حرف عبارتند از الف، ح، را، سین، صاد، طا، عین، قاف، کاف، لام، میم، نون، ها، یا. عزیزان، در این قسمت می‌خواهیم ببینیم حروف مقطعه چگونه خوانده می‌شود. در درس گذشته ما با نحوه تلفظ الفبای عربی آشنا شدیم. در این تصویر حرف و نام حرف برای شما عزیزان مشخص شده و میتونید ببینید که حروف الفبای عربی هر کدام نام خاص خودشو داره. عزیزان، گفتیم که در قرآن حروف مقطعه به صورت یک حرفی، دو حرفی، سه حرفی، چهار حرفی و پنج حرفی در اوائل سوره ها اومده است. قبل از اینکه به تلفظ چند تا مثال از حروف مقطعه بپردازیم، نکته ای رو یادآور میشم که نباید همزه‌ای که در تلفظ بعضی از حروف الفبای عربی میخواندیم برای حروف مقطعه بیاوریم. اولین مثال از حروف مقطعه یک حرفی. عزیزان، حرفی که در تصویر میبینید یکی از حروفی هستش که در اول یکی از سوره های قرآن اومده و این حرف با نام عربی خودش خونده میشه که حرف قاف هستش و اون آکولادی که بالای این حرف وجود داره باعث میشه که ما الف این حرف رو به اندازه 6 حرکت بکشیم و میخونیم قاف. مثال دوم، حروف مقطعه دو حرفی. قرآن آموزان عزیز، در اول سوره نمل این دو حرف به صورت چسبیده اومده که ما باید به صورت جدا از هم و با نام عربیشون اونا رو بخونیم و تذکر دادیم حروف هایی که همراه با همزه هستند در الفبای حروف عربی نباید همزهشون رو در حروف مقطعه بیاریم که خونده میشه تا سین. اون علامت آکولادی هم که روی حرف سین هستش، ما باید یا در حرف سین رو به اندازه 6 حرکت بکشیم که می شود تا سین. مثال سوم، حروف مقطعه سه حرفی. یکی دیگر از مثال هایی که در اول بعضی از سوره ها مثل سوره آل عمران، بقره، عنکبوت، این سه حرف هستش که به صورت چسبیده به همدیگه نوشته شده و ما باید این سه حرف رو به صورت جدا از هم و با نام عربیشون تلفظ کنیم که می شود الف، لام، میم. تلفظ صحیح این حروف مقطعه به این صورت است: الف، لام، میم. مثال چهارم، تلفظ حروف مقطعه چهار حرفی. در اول سوره اعراف این چهار تا حرف به صورت چسبیده اومده که ما باید به صورت جدا جدا و با نام عربیشون آنها را تلفظ کنیم. به این صورت الف، لام، میم، صاد. تلفظ صحیح این حروف مقطعه چهار حرفی با رعایت احکام به این صورت الف، لام، میم، صاد.
مثال پنجم، تلفظ حروف مقطعه پنج حرفی. در اول سوره مریم این پنج تا حرف به صورت چسبیده اومده که ما باید جدا جدا و با توجه به نام عربیشون اینا رو تلفظ کنیم. به این صورت کف، ه، ی، عین، صاد. گفتیم که در ه، ی، همزه ها رو حذف میکنیم. تلفظ صحیح این حروف مقطعه پنج حرفی با رعایت احکام به این صورته کاف، ها، یا، عین، صاد.